هستی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، از محتوای متون آسمانی و قرآن مجید این چنین استنباط میشه که در جریان تکوین جنین که از نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم تشکیل میشه، هنگامی که این جنین به سن 3.5 ماه میرسه وارد خلقاً آخر میشه، یعنی یک خلقت جدیدی پیدا میکنه و این زمانیه که روح روان همراه با بدن اختری به این جنین در رحم مادر اتصال و ارتباط پیدا میکنه. یعنی اتصال روح روان و بدن اختری به جنین حادثه و تکوین جنین هم یک امر حدوثیه. جنین تشکیل میشه تا تن ساخته بشه. فاذا سبیته، ولی روح روان هم به اون نفخ میشه و اتصال باهاش پیدا میکنه. دو امر اتفاق میفته. اما به این جنین اون روح روان از کدام منشأ میاد؟ از خلد برین. یعنی در خلد برین، در جنت، در جایی که بهش میگیم اقلیم هشتم، روح روان در تن پردیسی آفریده شده و داره زندگی میکنه. وقتی جنینی در روی زمین شکل میگیره که تناسب برای قبول اون روح داره، اون روح روان داره، اون روان از اون بدن بهشتی منخلع میشه و در این بدن زمینی همراه میشه. کسانی که به این امر آگاه شدند به این مسئله گواهی دادند، گفتند من آدم بهشتیم، یعنی من در بهشت آفریده شدم و جزء سکنه بهشت بودم و اومدم روی زمین در این بدنی که الان باهاش همراه هستم ارتباط باهاش برقرار کردم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. حال بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، اون دوست کیه؟ اون دوست امیر جنته، اون دوست ساقی جنته، ساقی حوض کوثر در جنته. اینه که می‌فرماید مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. چون آگاه شده. چطوری آگاه شده؟ چون به اون درجه از سلوک در مسالک سیر تحول جوهری رسیده، تونسته اون مفاصلی رو که نقاط اتصال بین روح روان و تن هست باز بکنه و از این تخت بند روان رو آزاد بکنه که بتونه مثل تیری که از چله کمان پرتاب میشه به خلد برین بره. از دست ساقی باقی شراب طهور رو بنوشه و دوباره برگرده. اما وقتی که میاد اینجا میگه من اینجا دارم چیکار میکنم؟ حافظا خلد برین خانه موروث من است،
اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم. از این روشن‌تر دیگه نمیشه گفت. میگه اون خانه موروثی من در خلد برینه. در آیه قرآن میفرماید که همسر فرعون گفت خدایا یک خانه ای در جنت برای من بنا بکن. وقتی میفرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، روی اریکه ها نشستن و بهرمندن از نعمات بهشتی اصحاب الجنت و همسرانشون که در همون سطح رشد و کمال جوهری هستند. ان اصحاب الجنه الیوم در این روز فی شغل فاکهون، هم و ازواجهم فی ظلال زیر سایه ها علی الارائک روی تخت ها و صندلی ها و مخده ها و نیمکت ها متکئون تکیه زدن، لهم فیها فاکهتون میوه ها در برابرشون قرار داره، ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد. این نعمی که در بهشت وجود داره، لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. ویژگی های بسیار داره. ایشون میگه اینا میراثیه که به من میرسه، اینا متعلق به منه. و در این حال میگه وقتی که اون دلدار، اون ساقی و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ایشون رو مورد لطف و تفقد خودش قرار میده در این سفری که با عبور از تونل زمان واردش میشه، به اون درجه از ارتقاء تن و روانش رسیده که میتونه مانند پیراهنش که از تنش در میاره و به جارختی آویزون میکنه از بدنش بیرون بیاد و از اون دیار یار دلدار سر در بیاره. اون وقت میگه حافظا خلد برین خانه موروث من است. اون وقت وقتی که دوباره برمیگرده اینجا میگه بی تو ای سر و روان با گل و گلشن چه کنم. یعنی سر و روان اینها ویژگی هاییه که اون یار دلدار در اون دیار که بهش میگن اقلیم هشتم داره. بی تو ای سر و روان با گل و گلشن چه کنم، زلف سنبل چه کشم، آرز سوسن چه کنم. با اینها من سرگرم نمیشم، میشم چون منو به یاد تو میندازه، ولی دلتنگ تو هم. یا جای دیگه میگه سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تقریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تغییر کنم. آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد. وقتی میخوام در تصور خودم ببینم جان اگر که متمثل میشد چه شکلی بود، صورت تو امیر بهشت به خاطرم میاد. آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. با قوه متخیله اون صورت تو تجسم پیدا میکنه در ذهنم.
گر بدانم که وصال تو به این دست دهد دین و دل را همه در بازم توفیر کنم. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. یعنی زاهد میگه که اگر این کارا رو بکنین اون کارا رو بکنین، وقتی مردین رفتین زیر خاک، بعد قیامتی رسید و دوباره زنده شدین و مال و کارهای خوب کرده بودید، به دفتر محاسباتتون رسیدگی میشون، وقت میبینین تو بهشت. اینها وعده نسیه است که زاهد داره میده. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. یعنی با تربیتی که کرد، به عنوان مربی من، به عنوان استاد من، به من آموزش داد که به اون درجه از ارتقاء تن و روان برسم که هر وقت که بخوام تجربه حضور در بهشت نزد ساقی باقی و نوشیدن از شراب طهور رو پیدا کنم. پس می‌فرماید نیست امید صلاحی ز فساد ای حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. یعنی اینها حق بازی، تمام این حرفایی که اینا میزنن، این وعده های دروغین که میدن برای اینکه مردم رو فریب بدن، برای اینکه توده های مردم رو تحمیق کنن و اونها رو استهبار کنن. ولی حافظ دیگه زیر بار این حرفا نمیره. دور شو از برم ای زاهد و بیهوده مگو، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. یعنی من به زر و زور و تزویر بی اعتنا هستم، چون به یقین علمی و عینی و شهودی رسیدم، به حق الیقین رسیدم، و اون هم در اثر این تربیت هایی بوده که اون استادم به من داده، و اون ممارست هایی بوده که بر اثر اون تربیت ها به کار بستم و به این درجه رسیدم که بیان میکنه. فرماید شکر خدا که باز در این اوج بارگاه طاووس عرش می شنود صیت شهپرم. تا ادامه این گفتگو شما یاران عزیز و به خدای بزرگ علی نگهدار.